سلام خدمت دوستان عزیز با فصل پنجم آموزش پروژه محور نقش خانی تأسیسات برقی ساختمان در خدمت شما هستیم در این فصل قصد داریم که موضوع همبندی ساختمان که یکی از مهمترین مسائل در بحث تأسیسات الکتریکی اون هست رو خدمتتون ارائه بدیم قبل از اینکه هدف همبندی رو خدمتتون عنوان کنم و اهمیت اون رو هم خدمتتون ارائه بدم ابتدا یک سری توضیحاتی رو راجع به نحوه همبند کردن ساختمان خدمتتون ارائه میدم و بعد اون موضوع اهمیت و مفهوم کار رو و اون هدفی که داره دنبال میکنه رو خدمتتون توضیح خواهم داد در بحث همبندی ما فونداسیون خودمون رو ابتدا بایستی همبند کنیم سپس طبقاتمون رو هم بند میکنیم و این هم بند سازی تا روی خر پشت همینطور که در اینجا دارید میبینید ادامه پیدا میکنه منتهای مراتب اگر سازه ما فلزی باشه و سازه فلزی داشته باشیم ما فقط فونداسیون رو هم بند میکنیم و طبقات رو نیاز نیست که هم بند کنیم چرا که ساختمان فلزی خودش رسانا هست و مسئله همبندی برای اون اتفاق میفته در سیستم همبندی ابتدا بایستی ما نقشه سازه فونداسیون رو داشته باشیم تا بدونیم نوارهای فونداسیونمون از کجا حرکت میکنن بنابراین در اینجا ما در بحث فونداسیون که در طبقه همکف هستیم ابتدا رجوع میکنیم به نقشه سازه ای اون همینطور که در اینجا مشاهده میکنیم ما یک شناژ رو در اینجا به صورت شرقی غربی داریم یک شناژ در اینجا یک شناژ اینجا و یک شناژ همین پایین بنابراین چهار شناژ شرقی غربی رو در فونداسیون داریم و سه ناجه شمالی جنوبی یکی اینجا یکی اینجا و یکی هم اینجا و اینها هم گلدانی هایی هستش که بین این شناژ ها وجود داره همونطوری که میدونید در این شناژ ها که به عرضه کنیم مت در نظر گرفته شده در نقشه سازه این کار ما دو شبکه میلگرد یکی در پایین و یکی در بالا داریم حالا برای اینکه این شبکه میلگرد ما به هم دیگه از نظر رسانایی متصل بشن ما از یک میلگرد فی ده نمره ده استفاده میکنیم و دور تا دور این شناش ها از اون میلگرد استفاده میکنیم و همبندی رو انجام میدیم برای این کار میلگرد فی ما در اینجا در این شناش قرار داده میشه به این صورت همچنین در این شناش سپس در این شناش و در نهایت در این شناش قرار داده میشه در شناش های شمالی جنوبی هم یک میلگرد فی ده رو از اینجا تا اینجا قرار میدیم همینطور در اینجا از اینجا تا اینجا اون رو قرار میدیم بعد لازم هستش که میلگرد فیده ما در این گوشه ها که به هم میرسه برای اینکه اتصال اون برقرار بشه ما روش استفاده کنیم و اون رو به هم اتصال بدیم برای این کار ما از این جزئیات استفاده میکنیم این میلگرد همبندی نمره ده با این میلگرده همبندی نمره ده در یک گوشه به هم رسیدن از یک عضو رابط استفاده میکنیم یک میلگرد نمره ده دیگه و یک جوش در اینجا و یک جوش در اینجا میدیم که طول این جوش بستگی به این داره که میل گرد ما آ 1 آ 2 یا آ 3 باشه. به عنوان مثال اگر آ 3 باشه ما 10 برابر قطر این میل گرد که نمره 10 هستش. یعنی 10 سانتی متر چون میل گردمون قطرش 1 میشه وقتی نمره 10 است. 10 برابر 1 میشه 10 به اندازه 10 سانتی متر اینجا جوش میدیم. اگر این جوش رو دو طرفه میدیم یعنی یکی اینجا میدیم یکی هم پشت این تصویر میدیم که در اینجا پیدا نیست. 5 سانتی متر برای ما این جوش کافیه. یه 5 سانتی اینجا و یک 5 سانتی هم اینجا. به این ترتیب میل گردی که در این فونداسیون داره دور میزنه به این صورت در تمامی گوشه ها به هم دیگه متصل میشه در این چهار راه ها هم به این صورت یک عضو اضافی در اینجا استفاده میکنیم یکی اینجا یکی اینجا و یکی اینجا و این چهار طرف رو به هم دیگه متصل میکنیم برای اینکه میل گرد هم بندیمون به آرماتورهای های فونداسیون هم متصل بشه و اون رسانایی اتفاق بیفته کافی هستش که میل گرده فیده خودمون رو در اینجا در فواصل مشخص مثلا هر دو سمت یک بار با سیم آرموتور بندی ببندیم به آرماتورهای های سازه ایمون ولی از جوش هرگز نباید استفاده کنیم و جوش رو روی میلگرد های سازه ای نباید بزنیم بنابراین اتصال بین میلگرد فیده و آرماتورهای های فونداسیون هم به این صورت برقرار میشه همونطور که میبینید در فونداسیون در تمامی شناش ها بایستی این فیده عبور داده بشه و اتصال مناسب داده بشه بعد از اون از یکی از این ستون هایی که در اطراف دستگاه پله ما هست بایستی یک میلگرد فیده به سمت بالا حرکت کنه همینطور که میبینید فیده تو آب به سمت بالا حرکت میکنه همچنین از چهار گوشه این ساخته ما یکی اینجا یک میلگرد فیده به سمت بالا حرکت میکنه یکی اینجا تو آب فیده در ادامه در اینجا فیده به سمت بالا و یک فیده هم در اینجا به سمت بالا حرکت میکنه تا اینکه به طبقه اول برسه و همبندی رو در طبقه اول هم میخوایم ادامه بدیم حالا دقت میکنیم که اگر سازمون فولادی هستش صرفا در فونداسیون همبندی کافی است. و برای طبقاتمون دیگه نیاز به این کار نیستش در اینجا پس ما پنج ستون رو داریم که میلگرد فیده از اونها به سمت بالا حرکت میکنه اون فیده ای که به سمت بالا حرکت میکنه باید به این دو میلگرد همبندی افوقی با اتصال مناسب که جوش هستش و توضیح دادیم متصل بشه با توجه به اینکه فید به راحتی شکل پذیر هستش میتونه هم خم بشه و به سمت بالا حرکت کنه به هر حال برای ما مهمه که این اتصال از نظر رسانایی اتفاق بیفته به این ترتیب ما میلگرد هامون به سمت بالا حرکت میکنند و در طبقه اولمون و سایر طبقات تیپمون به غیر از طبقه بام همینطور که در اینجا میبینیم ما همبندیمون صرفا در کنایش های کناری انجام میشه یعنی یکی روی این تیر انجام میشه تیری که بین این دو ستون هست یکی تیری که بین این ستون این ستون این ستون و این ستون یعنی گوشه اینجا یا بهتر بگم در زل غربی ساختمان زل جنوبی زل شرقی و زل شمالی اتفاق میفته در اینجام که تراس یا بالکن داریم میلگرد تا این انتها ادامه پیدا میکنه بنابراین هم بندی روی این چهار طرف اتفاق میفته و دور تا دوره تیرهای دستگاه پله هم همین مسئله اتفاق میافته. همین که داریم در اینجا میبینیم میلگرد فیده در این چهار طرف ادامه پیدا کرده و میدونیم که میلگرد فیده به صورت عمودی اومد به طبقه اول رسید بنابراین اینجا نوشته فرام داون فیده و این فیده دوباره انتقال پیدا میکنه میره به طبقه دوم تو آب فیده و از این چهار گوشه هم همینطور از پایین اومده فرام داون و تو آب ادامه پیدا میکنه به این ترتیب ما هم بندی رو در طبقات خودمون هم به این صورت انجام دادیم تا اینکه در طبقات تیپ ادامه پیدا میکنه و بعد میرسیم به طبقه بام خودمون در طبقه بام برای اینکه هم بندی رو تکمیل کنیم علاوه بر این چهار طرفی که قبلا هم بندی اتفاق افتاد همینطور که میبینید در چهار طرف در اینجا هم که دستگاه پله بود میلگرد فیده ادامه پیدا میکنه و کل این تیر رو پوشش میده این تیر هم پوشش پیدا میکنه و مانند فونداسیون که ما هم بندی رو کامل داشتیم در طبقه بام هم هم بندی رو به طور کامل خواهیم داشت همونطور که میبینید میل گردی که اومده بالا اینجا دیگه قطع میشه فرام داون اینجا قطع میشه دیگه تو آبی نداریم چون طبقه ای بالا یه اینجا نیست این میل گرد این گوشه هم همینطور این گوشه و این گوشه هم همینطور تا اینکه در دستگاه پلمون میلگردهای های چهار طرفه دستگاه پله میره بالا و تا روی خرپشت ادامه پیدا میکنه بنابراین اینجا بینیم که نوشه توآپ 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 و اینجا هم فرام داون و نهایتا تو و میره روی خرپشته و ما در خرپشته هم همینطور که میبینیم میلگرد فیده یک دور کامل میزنه و از تون ستون همینطور که میبینیم بالا اومده فرام داون فرام, داون, فرام داون و اینجا هم فرام داون. و این سیستم کامل به هم متصل هستش بنابراین مثل این میمونه که ما یک سیم بسیار زخیم داریم که قطر اون یک سانتی متر هست و کل این سازه رو تحت پوشش قرار داده ضمنا تمامی این میلگرد های همبندی به اون آرماتورهای های ستون ها موقعی که میاد بالا یا توی تیر ها بایستی با سیم آرماتور بندی متصل بشه تا بحث رسانایی اتفاق بیفته بنابراین ما یک رسانایی خیلی بزرگ رو اینجا داریم که در نهایت به فونداسیون میرسه و فونداسیون رو که شما اینجا میبینید میبینید که یک جسم بزرگی هستش که روی زمین قرار گرفت. در اینجا هدف این موضوع رو داریم درک میکنیم. هدف موضوع این بوده که کل این سیستم دارای یک مقاومت الکتریکی بسیار پایین باشه که موقعی که برق در جایی اتصال پیدا میکنه، مقاومت کم باشه و به سرعت به سمت زمین انتقال پیدا کنه. و اتصال به زمین یا همون مسئله ارتینگ اتفاق بیفته پس هدف سیستم همبندی این هستش که ما مقاومت الکتریکی کمی رو در چف طبقه ساختمان داشته باشیم تا در صورتی که نشتی از برق اتفاق افتاد اون نشتی به روش ارتینگ سریعا به زمین انتقال پیدا کنه و در زمین تخلیه بشه برای توضیح بیشتر این موضوع ببینید وقتی شما یک فونداسیونی رو دارید که سطح مقطع اون بسیار زیاد هستش با زمین از فیزیک این رو میدونید که هر چقدر سطح مقطع یک رسانا بزرگتر باشه مقاومت اون کمتر میشه دلیل اینکه پس ما سعی میکنیم کل این فونداسیون رو هم بند کنیم و هم بندی رو در های اون عبور بدیم این هستش که به کمترین میزان مقاومت ممکن برسیم این اتفاق میفته پس هدف همبندی رو در اینجا دیدیم ولی اهمیت همبندی در مسئله ایمنی اون هستش که در مقابل برق گرفتگی غیر مستقیم مسئولیت ایجاد کنه ببینید برای اینکه بتونیم این رو توضیح بدیم لازم هستش که سیستم برق رایج در کشور رو که به ساختمان ها میرسه رو توضیح بدیم به این شکل رجوع کنید ببینید دوستان ما برقی که داخل خیابان و کوچه های شهرها هست به صورت یک پنج رشته بین تیرهای چراغ برق که در اینجا داریم یه نمونهشو میبینیم عبور پیدا میکنه تیرهای چراغ برق دارای سه سیم فاز هستند که این سه تا سیم پایین هستش سه سیم فاز و بعد یک سیم روشنایی رو دارن که روشنایی چراغ های روی این تیرهای چراغ برق رو تعمین میکنه و یک سیم نول دارن که از این بالا عبور پیدا میکنه و این سیم نول وارد ساختمان میشه همچنین این سه تا سیم فاز هم هر سه تاش وارد ساختمان ها میشه همینطور که در این شکل دارید مشاهده میکنید ساختمانی که در روبروی اینجا قرار گرفته الان با هم میبینیم به این صورت به وسیله این سیستم فاز رو در اینجا گرفته یک فاز این هم یک فاز و این یک فاز سه فاز وارد ساختمان شده اومده داخل این کابل به این صورت و اومده و میخواد وارد ساختمان بشه همچنین نولی که در این بالا هست وارد ساختمان میشه حالا کار کرده دیگه این نول و این سیم فاز که مربوط به این چراغ ها هست هم برای روشن کردن این چراغ ها در شب توسط اداره برق هست. به این صورت برق یعنی شامل سه تا فاز و یک نول میاد داخل این رشته سیم از اینجا و از این طرف حالا توی این شکل میبینید که وارد این ساختمان شده به این صورت وارد ساختمان میشه و به این صورت میاد و داخل اون قرار میگیره اینجا هم حالا جالب هستش اینجا هم آژیر مربوط به اعلام حریق رو در این ساختمان دارید مشاهده میکنید به هر جهت ما در اینجا تیر چراغ برقمون به این صورت هست سه فاز یکی هم روشنایی مربوط به خود تیر چراغ برق و یک نول رو داریم میبینیم که میاد و وارد ساختمان میشه سه فاز میاد و داخل اون جعبه اصلی برقمون MDP میشه که بعد از اون کنتور قرار داشت نول هم وارد اون میشه بعد از اون برای اینکه ما سیستممون تشکیل بشه در این تابلوی کنتور یا تابلوی MDP ما نول رو خواهیم داشت بنابراین ادامه این نولی که از بیرون اومده و وارد سیستم شده رو در اینجا داریم میبینیم این نول به محض اینکه وارد سیستم شد و وارد ساختمان شد به زمین اتصال پیدا میکنه به این صورت پس نول هستش که به زمین اتصال پیدا میکنه و در ادامه از این انشعابی که در اینجا میبینیم نول گرفته میشه و میره به تابلوی برق طبقات میرسه که قبلا شما دیدید PDBS دی رو گذاشتیم به این صورت از طرفی موقعی که سه تا فاز وارد ساختمان شد حالا یکیش یا سه تاش میره و بسته به اینکه حالا مصرف اون برق سه فاز هست یا یک فاز چنانچه دیدید پمپ های آتش سه فاز بود ولی واحد هامو تک فاز بودن در اینجا حالا فرض کنید یک فاز هم میره در تابلوی برق اون ساختمان یا اون واحد قرار میگیره که اینجا به سطح شماتیکین رو ما نشون دادیم بنابراین ما یک نول میخوایم یک فاز میخوایم و نولی که از بیرون اومده بعد از کنتور اومده به زمین وصل شده به این صورت تا زمانی که میاد نول ادامه پیدا میکنه و به تابلوی برق اون واحد میرسه وقتی که به تابلوی برق اون واحد میرسه همینطوری که در اینجا دارید اون رو مشاهده میکنید هم عمل کرده نول داره و هم عمل کرده ارت چرا چون اینجا ما ارت رو در اینجا قرار دادیم از طرفی نول مجزایی هم نداشتیم برای اون واحد یعنی از یک سیم استفاده کردیم تا پشت در اون واحد یا حالا شاید در برخی از موارد پشت کنتور اون واحد بشه که در همون تابلوی پایین کنتور برخایی که مربوط به واحد هستند رو داشتیم میدیدیم به هر حال چیزی که برای ما مهمه بحث این سیم هستش که هم کاربرد نول داره و هم کاربرد ارت داره و میرسه به تابلوی برق واحد یا کنتور اون واحد که ما در اینجا به صورت شماتیک داریم اون رو مشاهده میکنیم چون که این سیم مشترک است و هم نول هست و هم ارت هست در اینجا ببینید PE ای مخفف پروتکشن ارت و N مخفف نول هست در اینجا سیستمی به وجود میاد که در کشور ما به سیستم TNC سی شناخته میشه T ابتدای کلمه ترا به معنی زمین N ابتدای کلمه نول هستش و C ابتدای کلمه کامن هستش به معنی مشترک بنابراین در اینجا ما میبینیم که نولمون به زمین متصله و یک سیستم بین ارت و نول مشترک رو در اینجا داریم بنابراین در ابتدای کار موقعی که برق به یک ساختمان میرسه در ابتدا سیستم اون TNC یا سیستم مشترک هستش نول و ارت مشترک هست بعد از اون موقعی که به کنترل رسید و انشعابات طبقیمون یا اون واحدمون گرفته شد در اینجا نول با یک سیم مجزا میره و به مصرف کننده ها متصل میشه به نول مصرف کننده یا حالا به شینه نول در اون تابلوی مربوطه در طبقه و ارت هم با یک سیم جدا میره ارت با پی نشون داده شده بنابراین ما نول و ارتمون بعد از کنتوری که برای اون واحد قرار داده شده به صورت مجزا حرکت میکنه و میره و فاز هم که به صورت مجزا می اومد و به فیوزهای اون طبقه متصل میشه بنابراین این یک تیکه از سیستم که بعد از کنتور هر واحد هست به نام سیستم TNS شناخته شده ترا نول سپریتد یعنی سیستم مجزا یعنی نول و ارت از همدیگه جدا هستند بنابراین سیستمی که در کشور ما مورد استفاده قرار میگیره یک سیستم TNCS هست یعنی یک قسمت اون TNC هست و یک قسمت اون از بعد از کنتور واحد ها یا کنتور مشاهات TNS میشه به این صورتی که داریم ما در اینجا مشاهده میکنیم در این فرادرس هدف ما تبیین و توضیح این سیستم ها نیست فقط اون سیستمی که در مقررات ملی اومده رو من در اینجا دارم خدمتتون عنوان میکنم حالا سیستم های دیگه ای هم هست که در کشورهای آلمان ژاپن و غیر استفاده میشه بسته به برق اون کشور داره ما در کشور این سیستم رو داریم این سیستم یک سری معایب داره یک سری مزایا که در بحث همبندی ما میخوایم در رابطه با اون صحبت کنیم ببینید این سیستم که در اینجا داریم اون رو مشاهده میکنیم همینطور که اینجا اون رو میبینیم در صورتی که ما مصرف کننده ای داشته باشیم که به علت حالا هر خرابی هر خرابی فنی که برای اون اتفاق می افته برق دار بشه بدنه اون مثلا فرض کنید کولر آبی هستش بدنه اون برق دار شده یا ماشین لباسشویی یا سایر سیستم ها و تجهیزاتی که بدنه فلزی دارند و برق دار شدن در صورتی که ما سیستم همبندی که در اینجا توضیح دادیم به درستی اجرا شده باشه و مقاومت الکتریکی ساختمان ناچیز شده باشه در این صورت میتونیم ادعا کنیم که برق گرفتگی غیر مستقیم اتفاق نمیافته. یعنی اگر شخصی دست خودش رو به بدنه یه فلزی این کولر را بیب الفرز بزنه به علت اینکه ما یک سیستم ارت داریم در سیم برق قبلا در توضیحات سوکت ها من توضیح دادم که سیم ارت به چه شکل هستش این ارت اومده و به شینه ارت در تابلوی برق ما متصل شده و از اونجا هم رفته به زمین متصل شده که الان توضیح میدم و به این دلیل وقتی که این سیستم یا این کولر آبی برق دار میشه برقی که در بدنه اون تولید میشه از طریق ارت میاد و به این صورت میاد داخل سیم ارت از داخل سیم ارت به سیم نول و ارت مشترک میره و از اونجا به زمین انتقال پیدا میکنه بنابراین اگر پتانسیل زمینی V1 باشه پتانسیل بدنه اون کولر آبی معیوب هم V1 هست. حالا اگر شخصی دست خودش رو به بدنه ای این کولر آبی زد به دلیل اینکه این کولر این آبی V1 دست شخص هم پتانسیل V1 داره و با توجه به اینکه سیستم هم بند شده پاهای شخص که روی زمین و کف اون طبقه قرار گرفته به خاطر مقاومت کمی که در اون طبقه وجود داره مقاومت الکتریکی کمی که وجود داره دقیقا میتونیم بگیم که همبندی اتفاق افتاده و پتانسیل کف پاهای اون شخص هم با پتانسیل زمین یکسانه و وی1 بنابراین دست وی1 هستش در اینجا پتانسیل و در اینجا هم پتانسیل الکتریکی وی1 هستش و وی1 منهای وی1 برابره با صفر هست و دلتا وی یا اختلاف پتانسیل ایجاد نمیشه وقتی اختلاف پتانسیل ایجاد نشه طبق رابطه پایه‌ای که ما داریم به این صورت دلتا وی در اینجا صفره در نتیجه جریانی هم به وجود نمیاد در نتیجه موقعی که جریان به وجود نمیاد برق گرفتگی اتفاق نمیفته بنابراین یک حسن و یک خوبی سیستم TNC TNS که در اینجا داریم مشاهده میکنیم همین مسئله ای هستش که در صورتی که بدنه دستگاه های فلزی برق دار بشن و همبندی در ساختمان به صورتی که توضیح خدمتون دادم حتما این همبندی اتفاق افتاده باشه اونگاه میتونیم بگیم که ما قطعا دو برق گرفته جی غیر مستقیم نخواهیم شد پس هدفی که همبندی دنبال میکرد در اینجا مشخص شد که ایجاد ایمنی در مقابل برق گرفته جی غیر مستقیم است این در حالیه که در این سیستم ما مسون از برق گرفته مستقیم نیستیم به طوری که اگر شخص فاز یک دستگاه رو به طور مستقیم لمس کنه یا فرض کنید در سوکت یک کودکی دست خودش رو داخل فاز بکنه به خاطر اینکه پتانسیل فاز یک عددی مثل V2 هست و پتانسیل کف پاهای اون شخص V1 هست و این دوتا با هم مساوی نیستن V2 منهای V1 دلتا V به وجود میاره و جریان در بدن شخصی جاد میشه و شخص دوچار برق گرفتگی میشه برای مقابله با این مشکل دو راه کار وجود داره که یکی این که کاری کنیم که حفاظت دستگاه ها بالا بره به عنوان مثال در سوکت هامون محافظ کودک قرار بدیم و یک راه حل دیگه به صورت شبکه این هستش که از محافظ جان استفاده کنیم که در فصل بعدی در موضوع تابلوهای توزیع برق خدمتتون توضیحات لازم به اون رو ارائه میدم به هر حال ما در اینجا پس سیستم های برق ساختمان رو شناختیم و اهمیت همبندی رو هم در اینجا دیدیم در رابطه با همبندی های فولادی و اینکه ما چگونه در طبقاتمون اتصالات بین تیرها و ستونها رو داشته باشیم به درس الزامات فنی و حقوقی که قبلا خدمتتون ارائه دادم میتونید رجوع کنید. در ادامه توضیحات ما در پلان فونداسیون خودمون همینطوری که میبینیم از سه تا از ستونها به عنوان مثال از یک ستون در این گوشه همینطوری که میبینیم گفتیم که سیم همبندی به سمت تابلوی MDP بایستی انتقال پیدا کنه. تابلوی MDPمون، تابلوی برق اصلیمون بود که قبلا خدمتتون توضیح دادیم. ببینید در اینجا ما تابلوی MDP رو داشتیم. تابلوی برق اصلیمون بود. در اینجا داریم میگیم که از این ستون گوشه ما بایستی یک سیمه نمره 16 از نوع NY آ به سمت MDP حرکت کنه سیم NY A به این صورت هستش سیم مفتولی هست به صورت افشان نیست رشته رشته نیست به این صورت هست نمره اون میگه 16 باید باشه به سمت MDP حرکت کنه همچنین از یکی از ستون های این دستگاه پله که این ستون رو انتخاب کردیم اختیاری هم هست به سمت MDP یک سیم انتقال پیدا میکنه یعنی این میلگرد هم بندی نمره ده که داره بالا میاد بایست. یک سیم NYA دورش پیچیده بشه اتصال برقرار بشه و به سمت MDP بیا از این یکی هم همینطور و از یک ستون دیگه هم که در این گوشه به عنوان مثال گذاشتیم همینطور بنابراین از سه ست ستون حالا سعی میکنیم فاصله با هم داشته باشن انتخاب میکنیم و یک سیم مسی نمر 16 از نوع NYA دور میلگرد همبندی پیچیده میشه و انتقال پیدا میکنه به تابلوی برقمون حالا برای اینکه این اجرایی این باشه ما این دیتیل رو داریم در های بتونی میان و در زمانی که ما اینجا رو داریم مشاهده میکنیم میلگردهای سازه ای رو داریم یکی از این میلگردهای های ای رو انتخاب میکنن یک میلگرد همبندی به اون میلگرد سازه ای با سیم آرماتور بندی متصل میشه بعد ما یک نبشی رو به میلگرد همبندی خودمون جوش میدیم و بعد به این صورت قرارون رو میدیم ببینید از یک نبشی استفاده کرده و جوشکاری کرده میلگرد هم بندمون به این ترتیب با اون نبشی متصل میشن و بعد ما اقدام میکنیم به قالب بندی و بتون ریزی به طوری که بعد از بتون ریزی چنین سطحی رو خواهیم داشت ببینید و از پایین از چف تمام شده یه طبقه سی سانتی متر باید فاصله داشته باشه یعنی این سیم مسی ان آی که میگم از ستون باید بیاد بیرون از چف تمام شده 3 سانتی متر باید فاصله داشته باشه و این نبشی در سی سانتی متر یک کفه تمام شده در ستون قرار داده میشه بعد روی این نبشی یک پیچ با یک مهر جوش میدن و اون سیم انوای آی 16 رو دور این میپیچند. تا این به این ترتیب اتصال همینطور که میبینید در اینجا برقرار بشه بنابراین در اینجا ما این سیم نمره 16 انوای آ به این ستون از کفه تمام شده 3 سانتی متر فاصله داره و حرکت میکنه میاد در کفه طبقه روکش باید داشته باشه روکش اون هم یلو هستش که نوعی از ارت هست میاد و به تابلوی MDP ما در اینجا متصل میشه این کار برای این هستش که ما بتونیم ارت رو به وجود بیاریم وقتی که این اتفاق افتاد بعد از اون ما میتونیم به سیستم چاه ارت متصل بشیم ببینید در این تصویر شما دارید این موضوع رو میبینید فرض کنید از این ستون از این ستون و از این ستون ما بخوایم که این ارت رو بگیریم در فاصله 30 سانتی از کف سیم نمره 16 از اینجا یه بار از این ستون سیم نمره 16 و یک بار هم از این ستون این سه ست سیم میاد بیرون که سه تا سیم ارت میشن این این و این یکی اینها میان در تابلوی MDP ما در شینه ارت اون متصل میشن به شینه ارت که ما قبلا توضیح دادیم که یک تابلو حالا در اینجا هم یه بار دیگه این رو ببینیم یک تابلو دارای فیوزهایی هست و دارای یک سری شینه به عنوان مثال فرض کنید این MDP ما باشه یک شینه نول داره یک شینه ارت داره و یک سری فیوز و این شینه نول و ارت با استفاده از یک جامپر به هم متصل شدن حالا این چون برای طبقه هستش برای واحد ها هست این اتصال نباید وجود داشته باشه و نداری ولی برای تابلوی اون چنانچه اینجا دارید این رو میبینید ما در اینجا همینطور که داریم این رو میبینیم با یک جامپر یا یک اتصال مسی شینه ارت و این شینه نول به همدیگه متصل شدن در اینجا داریم اون رو مشاهده میکنیم و این همون سیستم TNC سی، هستش که داشتیم ببینید نول از اینجا از تیر چراغ برق از اون سیم بالایی گرفته شده اومده پایین به صورت مشترک بوده با ارت در این قسمت و بعد ما در این قسمت به وسیله این جامپر نولمون انتقال پیدا میکنه به این کنتور و میره بالا بنابراین تا اینجا یعنی از حالا من بخوام اینجا نشون بدم از اینجا تا اینجا سیستم TNC سی هست این زیر و بعد بالای این سیستم ما سیستم TNS رو داریم چرا که نول داره جدا میشه و وقتی که به این طبقه میرسه میبینیم که نول جدا و ارت جدا داریم که حالا من در فصل بعد کامل این نقشه رو در اینجا توضیح میدم در اینجا فقط میخوام بگم که این سه ستون که صحبت کردیم با سه تا سیم نمره 16 وصل میشن به این شینه ای ارت در تابلوی اصلی ما و بعد از اون ما از شینه ارت تابلوی اصلی یک سیم دیگه قرار میدیم و به چاه ارتون رو متصل میکنیم تا بتونیم برقی که به صورت برق دستگاه های معیوب در اینجا وجود داره رو به این ترتیب از اسکلت ساختمان دریافت کنیم بیاریم داخل شینه ارت از شینه ارت به زمین انتقال بدیم به این صورتی که داریم اینجا اون رو مشاهده میکنیم پس کل سیستم همبندیمون به این صورت هستش که داریم اون رو میبینیم بعد از اون ما لازم هستش که یک چاه ارت داشته باشیم حالا برای اینکه این چاه ارت رو اینجا توضیح بدیم بذارید من به همینجا رجوع کنم در اینجا اولا ما میتونیم به جای اینکه ما سیم نمره ده داشته باشیم یا اون مفتول نمره ده رو داشته باشیم و در اون شبکه میلگردمون حرکت کنه از تیم مسی هم استفاده کنیم که البته به خاطر اینکه حزینه ها خیلی افزایش پیدا میکنه اصولا همه علاقه من هستن از همون میلگرده نمره 10 استفاده کنن حتی از میلگرده نمره 8 هم میشه استفاده کرد و به این صورت ما میتونیم از سیم مسی هم استفاده کنیم به جای سیم نمره دهی که توضیح دادم در صورت که از سیم مسی استفاده کنیم چون جوش پذیری وجود نداره البته نیاز به جوش نیست چون که سیم به راحتی در همه جهات حرکت میکنه یعنی در این گوشه ها ما اون سیم مسیمون حرکت میکنه و مسئله جوش دادن رو دیگه نداریم ضمن اینکه اتصال اون به میلگردهای های اصلی فونداسیون و شناژ تیرها و ستون هامون هم به وسیله یک سری بست به این صورت میتونه اتفاق بیفته به هر حال موقعی که ما به شینه ارت در تابلوی اصلی متصل شدیم از اونجا با استفاده از یک سیم نمره 25 با استی متصل بشیم به چاه ارت یعنی ما در اینجا از این شینه به وسیله یک سیم نمره 25 به این صورت تازه متصل میشیم به چاه ارت که در اینجا قرار گرفته حالا چاه ارتمون محلیه که برق دستگاه های معیوب یا برق اضافه داخل اون میخواد تعبیه بشه برای همین بایستی مقاومت بسیار کمی داشته باشه که بتونه برق رو به خود جذب کنه برای این کار میان از یک چاهی استفاده میکنن اصولاً این چاه رو بایستی اونقدر بچنیم تا به یک نم زمین برسیم و همیشه اینجا مرتوب باشه در بعضی مناطق خطا تا دوازده متر مجبور هستیم این رو بکنیم ولی اون چیزی که عرفا اتفاق میافته بیشتر از 4 پنج متر نیست ولی سعی میکنن این چهار رو همیشه مرتوب نگه دارن این چهار که به این صورت دارید میبینید در پایین ترین قسمت اون یک صفحه مسی قرار داده میشه صفحه مسی 60 در 60 با زقامت 3 دهم سانتی یا میتونه 50 در 50 هم باشه و با استفاده از یک سیم که نمره اون سیم اینجا دارید این رو میبینید کابل مسی نمره 35 باید باشه میاد بالا و به اون سیم نمره 25 متصل میشه که در اینجا توضیح دادم ببینید در اینجا این سیم نمره 25 ماست و بعد این سیم نمره 25 در اینجا میاد به یک سیم نمره 35 یعنی این سیم باید نمره 35 بشه متصل بشه و اون سیم نمره 35 داخل چاه ارت بره و به اون الکترود در این پایین همینطور که میبینید به این صفحه مسی متصل بشه برای اینکه این سیم مسی رو هم به این صفحه مسی جوش بدن از جوش خاصی به نام جوش کد استفاده میکنن یک لوله پلیکا داخل این چاه قرار میدن اون لوله پلیکا رو به تعداد لازم سوراخ میزنن و بعد داخل این محفظه رو با بنتونیت پر میکنن به صورتی که در واقع کل این صفحه مسی داخل بنتونیت قرار بگیره بعد روش رو خاک رس میریزند و بعد میتونن خاک سرن شده روی اون قرار بدن تا اینکه به سطح طبیعی زمین برسن موقعی که به سطح طبیعی رسیدن یک کف روی اینجا قرار میدن که موقعی که کف پارکینگ یا کف حیات چسته میشه اون آب وارد این بشه و این چاه همیشه مرتوب باشه ضمن اینکه همواره هفته یک بار حتما با استیو این چاه رو با آپور کنن که این چاه برای چه وقت مرتوب باشه و عمل کرده مناسب رو داشته باشه گاهی به جایی که این صفحه مسی رو در چاه ارت استفاده کنن از این الکترود حلقوی استفاده میکنن همونطور که داریم در اینجا میبینیم و یک هسته مرکزی حالا اینها معایب و مزایا و نسبت به هزینه هاش با هم دیگه متفاوت هستش که میتونید به سایر مراجعی که صرفا در این رابطه توضیح میدن رجوع کنید در نهایت ما این چاه ارت رو خواهیم داشت پس ما یک همبندی داریم و یک چاه ارت که اون همبندیمون به چاه ارتمون متصل در زمان پایان ساختمان برای اینکه بتونیم پایان ساخت بگیریم مقاومت کل این سیستم همبندی و مقاومت این چاه ارت از طرف افراد زیصلاح سنجی نمیشه چاه ارتما باید مقاومت الکتریکی زیر دو داشته باشه تا قبول بشه برای اینکه اون رو اندازه بگیرن حالا از خود این الکترود چاه استفاده میکنن اون سیم نمره 35 سی اوه متر رو یک سرش رو به اون وصل میکنن بعد به فاصله 20 متری یک الکترود دیگه داخل زمین قرار میدن باز در یک فاصله 20 متری دیگه در یک حالت دایره ای یک الکترود دیگه قرار میدن و با استفاده از اوه متر میسنجن که مقاومت این چاه به چه شکلی است؟ همچنین سیستم همبندی بندی ساختمان باید مقاومت زیر دودهم دهم داشته باشه که اون رو هم از این سه ستونی که صحبت کردیم یه ستون اینجا یه ستون اینجا و یه ستون اینجا افراد زی صلاح با استفاده از دستگاه اوهمت کل مقاومت الکتریکی این سیستم رو هم مورد سنجش قرار میدهند همونطوری که در اینجا می بینیم حالا در این پلان اون سیم نمره 25 رو نشون میده که به چاه ارت در اینجا متصل شده و یک سیم روکش دار هستش که ما در اینجا داریم و به سمت MDP میره بنابراین سه سیم ما در داخل MDP نهایتا با استفاده از یک سیم میان و به چاه ارت متصل میشن که در اینجا تصویر اون رو به طور کامل گفتیم این سه تا در نهایت به شینه ارت و از شینه ارت به چاه ارت متصل میشیم در اینجا همچنین یک نکته ی اضافی رو هم من در اینجا باعث خدمتتون راجع به همبندی اضافی بگم که قبل از اون یک نکته رو در اینجا بگم چاه ارتا در اینجا داریم شمای اون رو در محیط اوتو میبینیم همونطور که میبینید صفحه مسی حالا اینجا صفحه 50 در 50 در 3 میلی متر استفاده شده به صورت عمودی قرار داده میشه سیم یا 35 میلی متر متصل شده و رفته تا بالا و بعد از اینجا با یک سیم نمره 25 میره داخل ام دی همینطور که میبینید در این پایین ما بایستی از مخلوط آب و بنتونیت استفاده کنید. یک بار پایین یک بار بالا بایستی استفاده بشه جوش مربوط برای اتصال یک سیم مسی به صفحه مسی داده بشه و حداقل طول این چاه و عمق این چاه نباید از دو متر هم کمتر باشه و روی اون نهایتا از خاک درشتانه استفاده میشه و روی اون چفشور قرار داده میشه که بتونه در واقع آب داخل اینجا نفوذ پیدا کنه بنابراین توضیحات مربوط به چاه ارتو هم در اینجا کامل خدمتتون دادم یک همبندی دیگه هم داریم غیر از این همبندی اصلی ساختمانمون چه هم که همبندی اضافی هستش همونطوری که میدونید لوله های فاز لاب و آب و گاز داریم که اونها رسانا هستند چون فلزی هستند و بنابراین ما اونها رو هم باید هم بند کنیم چه در طبقه همچفمون چه در سایر طبقاتمون همچنین خود تابلو برقه اصلیمون یک درب فلزی داره اون رو هم بایستی مورد همبندی قرار بدیم به این همبندی همبندی اضافه گفته میشه ببینید در حالا نقشه ترسات مکانیکی یه رو جوبه کنیم ببینید لوله های فاز آبمون یا لوله های آبمون که در طبقاتمون داشت حرکت میکرد حالا اینجا داریم در طبقه هم چفر رو میبینیم یا سایر طبقاتمون داریم اون رو میبینیم همچنین لوله های گازمون رو داشتیم که در طبقات حرکت میکرد خب اینا رسانه هست بدنه اونها و در نتیجه ما برامون اهمیت که اونها رو هم دقت کنیم که اگر برق دار شدن بتونیم برق اونها رو به سمت زمین تخلیه کنیم و از برق گرفتگی غیر مستقیم در اینجا خودداری کنیم بنابراین حالا به عنوان مثال در اینجا لوله فرض کنید آتش نشانیمون لوله آبمون اینجا لوله فاز آبمون اینجا مثلا نماده از لوله گازمون رو داریم هر کدوم از اینها رو هم به اونها یک ارت متصل میکنیم همینطور که میبینید ارت به اینجا و به اینها متصل میشه و این سه تا سیم همینطور که در اینجا داریم اون رو مشاهده میکنیم میاد هر کدوم در شینه ارت تابلوی اصلی متصل میشه و به این ترتیب ما یک همبندی اضافی رو هم در اینجا انجام دادیم همچنین در طبقاتمون این اتفاق میفته و میره توی تابلوی طبقه اونجا در اونجا شینه ارت تابلوی طبقه رو داریم این اتفاق میفته و در تابلوی ارت طبقه این مسئله برق اضافی تخلیه میشه پس این موضوع رو هم با استی دوستان ما در نظر بگیریم موضوع دیگه ای که در این بحث همبندی برای ما اهمیت داره بحث سائق گیر هستش. اصولا ساختمان هایی که از هفت سقف به بالا هستند ما بایستی برای اونها حتما سائق گیر رو نصب کنیم. ساختمان بلند موقعی که سائقه به اون برخورد میکنه برق در کل ساختمان القا میشه برقی که القا میشه از داخل سیم های اون و همه این کابل هایی که تا اینجا توضیح دادیم و تعداد بسیار زیادی هم هستن حرکت میکنه و از نقاط مختلف تخلیه میشه مثلا از سوکت هایی که در اینجا داریم ببینید از سوکت هایی که در اینجا داریم میاد و برق میخواد تخلیه بشه حالا فرض کنید داخل این سوکت تلفن هست یا تلویزیون هست و در نتیجه برق القایی به دلیل برخورد سائقه میاد و وارد وسایل برقی میشه وارد یخچال میشه وارد فریزر میشه و این مسئله باعث میشه که این دستگاه ها بسوزن و برای اینکه ما جلوگیری کنیم از این نوع در واقع سوختگی دستگاه ها برای ساختمان هایی که از هفت سخت به بالا هستند یک سائق گیر میذاریم حالا این سائق گیر ویژگی های مشخصی داره که در بازار موجود هست و به صورت تیپ میتونه تهیه بشه سیم های اون و اتصالات اون هم به صورت تیپ موجود هستش میتونید تهیه کنید در ساختمان هایی که مورد نیاز هست و یک سیم به ساق گیر متصل میشه از کنار ساختمان و از وجه بیرونی اون میاد و میره به داخل چاه ارتی که ما داشتیم حالا چاه ارتش میتونه مجزا هم باشه و اشکالی نداره به این صورت ما بحث ساقه گیر خودمون رو هم داریم بعضی اوقات دوستان ساقه که به ساختمان برخورد میکنه اونقدر شدید هست و اگر راهی برای تخلیه نباشه حتی بتون ساختمان و اون مساله ساختمان میترکه و مسئله ساقه گیر برای ما بسیار مهم هستش و با حتما در ساختمان هایی که از هفت سخت به بالا هستند ما گیر رو نصب کنیم من در این فصل موضوع همبندی ساختمان رو به طور کامل خدمتتون توضیح دادم همبندی اضافه رو هم ارائه دادم و امیدوار هستم که مطالب ارائه شده در این فصل مورد توجه و قبول شما واقع شده باشه تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ بسپارم